تصویر و تصور ما از بسیاری از نامآوران و بزرگان ایران زمین مرهون و مدیون مجسم سازی است به نام ابوالحسن صدیقی نقاش و مجسم ساز برجسته معاصر ما که از شاگردان کمال الملک بود ابوالحسن صدیقی در مهر 1273 در محله اوتلاجان تهران به دنیا میاد از خانواده ای که اصالت مازندرانی داشتند مادرش شاهزاده خانم قاجاری بوده ملقب به شاهجان و پدرش صدیق الدوله از ملاکان معروف نور مازندران بوده ابوالحسن در هفت سالگی وارد مدرسه اقدسیه میشه مدرسه ای که محیط مذهبی داشته و بنیانگذارش فردی بوده به اسم سعید العلمای لاریجانی بعد از پایان دوره ابتدایی ابوالحسن صدیقی به مدرسه یهودیان تهران آلیانس میره در مدرسه آلیانس به نقاشی میپردازه رو در و دیوار حتی نقاشی میکنه امریک بارها و بارها اعتراض مدیران مدرسه رو در پی داشته خانواده او هم از این داستان دل خوشی نداشتند پدر ابوالحسن صدیقی آرزوهای دیگری شاید برای پسرش می داشت که البته محقق نشد آرزوهای پدر پسر در سال آخر مدرسه بدون اینکه دیپلم بگیره مدرسه رو رها میکنه و همراه دوست نزدیکش علی محمد هیدریان به مدرسه صنایع مستظرفه میره نزد کمالالملک تا آموزش نقاشی ببینه بعد از سه سال تحصیل در این مدرسه در سال 1299 با درجه ممتاز دیپلم مدرسه رو میگیره و همونجا به عنوان معلم به آموزش هنرجویان میپردازه مهارت و تبهر استاد ابوالحسن صدیقی در نقاشی چنان بود که یکی از معروف ترین شاگردانش علی اکبر صنعتی که خودش از مهمترین مجسم سازان معاصر ماست خاطر جذابی رو تعریف میکنه که در مدرسه صنایع مستظرفه کمال الملک برای ترغیب و تشویق ابوالحسن صدیقی به نقاشی اغلب با یک لحن تنظالود او را آمیرزا ابوالحسن خان رقیب صدا می کرد اما نقاشی چندان صدیقی رو ارضا نمی کنه و یک کشش و میل قریبی به ساخت مجسمه داشت و مشکل اینجا بود که در اون زمان مدرسه امکانات مجسم سازی نداشت کلاس مجسم سازی نبود استاد مجسم سازی هم همینطور در سال 1301 با یک سری وسایل ابتدایی ابوالحسن صدیقی یک مجسمه نیمتنه ای از یک کودک می و کمال الملک اون رو می بینه. متوجه استعداد صدیقی میشه و گلخانه مدرسه مستزرفه رو در اختیار او قرار میده تا رو اونجا رو کارگاه مجسمه سازی بکنه و صدیقی در حین آموزش نقاشی به بچه ها شروع میکنه در اون کارگاه یک سری اتود مجسمه میزنه می و شروع میکنه و تجربه،, تجربه اندوزی در این زمینه و در زم کمال الملک خیلی سخاوتمندانه کتاب هایی که از اروپا آورده بود رو در اختیار صدیقی قرار میده تا صدیقی با جنبه های تئوریک و نظری مجسمه سازی در اروپا هم آشنا بشه در این گلخونه صدیقی چند مجسمه گچی میسازه و بعد از کمال الملک درخواست میکنه که امکان ساختن مجسمه از سنگ رو برای او فراهم بکنه کمال الملک ابتدا مخالفت میکنه و تجربه و توان صدیقی رو ناکافی میدونه اما اصرار صدیقی باعث میشه که کمال الملک هزینه خرید یک سنگی رو تقبل بکنه و صدیقی از روی یک عکس سفید بیکیفیت یک مجسمه سنگی از ونوس میسازه و این مجسمه شاید آغاز دوران درخشان مجسم سازی صدیقی باشه مجسمه ای که باعث شد کمال الملک متوجه استعداد کم نظیر شاگرد خودش بشه و این جا جایی است که ابوالحسن صدیقی از کمک مالی دولت و مساعدت های کمال الملک استفاده میکنه برای رفتن به پاریس به آکادمی مدرسه هنرهای زیبای پاریس بزار و یادگیری و فراگیری مجسم سازی اما پیش از اینکه صدیقی به فرانسه بره یک مجسمه ای می سازه که الان در موزه هنرهای ملی این مجسمه نگهداری میشه مجسمه سیاه نیزن یا حاج مقبل البته اون زمان در اون دوران قبل از رفتنش به فرانسه یک چند اتود از مجسمه های فردوسی امیر کبیر و دلاک حمام هم, هم میزنه که ظاهرا از اونها تصویری در دست است البته من ندیدم بعد به فرانسه میره چهار سال در اون مدرسه هنرهای زیبای پاریس به یادگیری و کسب تجربه در زمینه مجسم سازی و حجاری میپردازه در فاصله میان دو جنگ در یکی از مهمترین دوران تاریخ هنر در فرانسه، اروپا و شاید هم جهان ابوالحسن صدیقی در پاریس بود در سال 1312 با شاید کول باری از تجربه به ایران برمیگرده و در اردیبهشت 1313 ایشون با دختر خاله خودش قدرت السادات میفندرسکی ازدواج میکنه و بعد با اجازه و یعنی با کسب اجازه از کمالالملک به همراه دوست قدیمی خودش علی محمد هیدریان چراغ مدرسه هنرهای مستظرفه رو دوباره روشن میکنه کمالالملک در اون سالها در یک انزوای خودخواسته بوده در سال 1319 بعد از اینکه کمال الملک میمیره این مدرسه تعطیل میشه اما حالا من یک اشاره کوچیکی میکنم که این مدرسه بعدها سنگ بنای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هست و روندی که در این مدرسه طی شد بعدها در دانشکده هنرهای زیبا هم ادامه پیدا کرد و به نوعی باعث شد که نسل درخشانی از هنرمندان و معماران ایرانی از اونجا فارغ و تحصیل بشن همونطور که گفتم کمال الملک در سال 1319 میمیره و در شهریور 1319 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سه رشته معماری، نقاشی و مجسم سازی در دانشگاه تهران افتتاح میشه اما یک کمی برگردیم به عقب به سال 1317 که مدرسه به نام مدرسه عالی معماری در وزارت خانه پیشه و هنر در محل مدرسه عالی کمال الملک احداث میشه به ریاست ابوالحسن صدیقی و این مدرسه تاریخ تاسیسش در روز دهم آبان 1317 بوده که بعدها به نوعی سنگ بنای هنرستان های عالی هنرهای زیبا این مدرسه میشه و شروع میکنه به جذب دانشجو بعدا که دانشکده هنرهای زیبا تاسیس میشه امکانات اساتید و یک سری از دانشجویان این مدرسه به دانشکده هنرهای زیبا میرن و کار خودشون رو در اونجا پی میگیرن برگردیم به دانشکده هنرهای زیبا که در همون سال اول ابوالحسن صدیقی ریاست دپارتمان حجاری یا مجسم سازی رو بر عهده میگیره و شاگردان زیادی رو هم تربیت میکنه اما نقطه اوج کار ایشون پیوستن ایشون به انجمن آثار ملی است که در اونجا سفارش ساخت مجسم از مشاهیر علمی ادبی ایران رو میگیره و طی سالها به بهترین نحو این سفارش رو به انجام میرسونه مجسمه فردوسی البته این مجسمه حالا من قصهش رو در ادامه خواهم گفت مجسمه فردوسی مجسمه خیام سعدی ابن سینا یعقوب لیس سفاری یا رادمان پرماهک، نادرشاه مجسمه امیر کبیر و بسیاری دیگر از بزرگان که حالا شاید من از قلم انداخته باشم اسمشون رو از حافظه که میگم توسط ابوالحسن صدیقی در طی این سالها ساخته میشه که بسیاری از اونها برای ما ناماشنا هستند در جای جای این خاک اونها رو به احتمال فراوان دیدیم و امیدوارم که این مجسمه ها دور از گزند روزگار بمونن خود ابوالحسن صدیقی مجسمه رو که بیشتر از همه دوست داشت و توی صحبتاش گفته بود مجسمه خیام بود که در پارک لاله تهران جایی نزدیک به موزه هنرهای معاصر تهران این مجسمه نصب شده در جریان انقلاب البته انگشت شکست و صورتش هم آسیب دید که مرمت شد این اتفاق برای مجسمه فردوسی هم افتاد در میدان فردوسی که سرش کنده شد البته بعدها اون را هم مرمتش کردن مجسمه فردوسی قصه جالبی داره اولین مجسمه ای که از فردوسی ما داریم در دانشسرای عالی است که در همزمان با کنگره هزاره فردوسی در سال 1313 دانشجویان ایرانی ساکن فرانسه از پول خودشون بدون اینکه از جایی کمک بگیرن پولشون رو روی هم میذارن و به یک مجسم ساز معروف فرانسوی لورنزی سفارش ساخت فردوسی رو میدن سردیس فردوسی لورنزی خب از فردوسی چیزی نمیدونسته بنابراین از دانشجویان میخواد که براشون براش, براش شعرهای فردوسی رو بخونن دانشجویان یک سری از ابیات شاهنامه رو میخونن اما باز مشکل اینجا بود که لورنزی فارسی هم بلد نبود و صرفا از آهنگ آه، آه، اشعار فردوسی یک تصویر و تصوری از فردوسی تو ذهن خودش ساخت و اون رو تبدیل به مجسمه کرد که این مجسمه در باغ نگارستان در روبروی دانشسرای عالی نصب این مجسمه بعد بعدها مایه الهام مجسمه بهادر ماترا میشه مجس، اولین ای که در میدان فردوسی نصب میشه در دهه 20 البته 1319 ساختش تمام میشه به سفارش پارسیان هند کمک مالی پشوتن مارکار و البته دینشاه ایرانی که رئیس انجمن پارسیان و زرتشتیان بنبایی بود این مجسمه ساخته میشه به مناسبت هزار فردوسی اما چون در جریان جنگ جهانی دوم بوده یه مقداری طول میکشه تا به ایران برسه بعد از این مجسمه که این مجسمه بعد از اینکه برداشته میشه به دانشگاه تهران میره و روبروی دانشکده ادبیات نصب میشه ما یک مجسمه ای از استاد ارجنگ داریم و مجسمه سومی که معروف ترین مجسمه میدان فردوسی هست مجسمه ای است که استاد ابوالحسن خان صدیقی کشیده ایشون ساخته در حقیقت ایشون یک مجسمه دیگری هم از فردوسی در میدانی به نام فردوسی در روم ساخت یک دورانی کارگاه و اتولیه مجسمه سازی آقای صدیقی در شهر روم بود از اون مجسمه یک کپی هم در توس هست که در روبروی یک فاصله از آرامگاه فردوسی قرار داره و یکی از معروفترین تصاویری است که ما از فردوسی داریم شاید بشه گفت که سنگ بنای این تصور رو لورنزی گذاشت بهادر ماترای هندی ادامهش داد اما در ساخته و برساخته استاد ابوالحسن صدیقی مجسمه به کمالش رسید اگر شما به مشهد برید به آرامگاه نادر یکی از زیباترین مجسمه هایی که ابوالحسن خان صدیقی ساخته مجسمه نادرشاه در معماری بینظیر هوشنگ سیحون در اونجا قرار داره و کارهای دیگری که داره یعنی هر جای ایران شیراز مجسمه سعدی همدان ابن سینا شهر دسفول مجسمه ای که از رادمان فورماحک ساختش یا یعقوب لیس سفاری مجسمه خیام در پارک لاله و یک سری مجسمه هم که بعدها شاید معدوم شدن و از بین رفتن از جمله مجسمه که از رضا ساخته بود در خزانه بانک ملی خیابان فردوسی چار استانبول و مجسمه های دیگر بعد از مرگ ابوالحسن صدیقی به پسر ایشون فریدون صدیقی که تا چند وقت پیش در قید حیات بودند سفارشی از ساخت مجسمه پدر داده میشه و این مجسمه هم ساخته میشه و برای من ابوالحسن صدیقی و کارهاش به شکلی هست که احساس میکنم وارد ناخداگاه جمعی ما ایرانیان شده و اون تصویری که از فردوسی داریم یا از سعدی یا ابن سینا خیام و دیگران تا اندازه زیادی مرحون و مدیون ایشون هست و مجسمه های ماندگاری که ایشون ساخت یونسکو از ایشون تقدیر کرد و در پایان عمرش ایشون عمر خوشبختان طولانی داشتن و در بیستم آذر 1374 سه سال بعد از مرگ همسرشون فوت میشن و به گفته یکی از مجسم سازان معروف ایتالیایی آمبروزینی ایشون میکلانج شرق بود و این مجسم ساز ایتالیایی گفته بود که مردم در جریان باشید که من این بار میکلانج رو در مشرق زمین پیدا کردم در ساخته های ابوالحسن صدیقی یک نکته هم در پایان صحبت در رابطه با ابوالحسن صدیقی بگم که در زمان وقوع انقلاب صدیقی در آتولیه خودش در روم مشغول ساخت مجسمه امیر کبیر بود بعد که انقلاب میشه و دولت عوض میشه دولت اون زمان دولت وقت از پرداخت هزینه های این مجسمه در, مجسمه در حال ساخت خودداری میکنند و این مجسمه برونزی ساخته نمیشه یک ماکت گچی به ارتفاع 225 سانت از این توسط یکی از دستیاران و دوستان و شاگردان صدیقی به اسم لورنزو نیکولوچی ریختگری میشه و مجسمه برونزی بر اساس اون ماکت ساخته میشه و 33 سال بعد در 19 مهر 1389 بالاخره این مجسمه به ایران میاد و در پارک ملت ورودی پارک ملت در یکی از نقاطی که از چندین طرف قابل دیدن هست نصب میشه